شاید خیال میکنین این خواب و خیال منه و این سریال های آبکی قراره تماشاچی گول بخوره، ولی اینطور نیست. من بعد از اینکه مردم خیلی مشهور شدم. چی شد که مردم و چطوری مشهور شدم؟ جواب این سوال برمیگرده به یکی دو ماه قبل. همه چی از یه سنگ کوچولو شروع شد. آه چه شدی؟ شاهین که میذاره جای من فرد فر شیشتایی میشید که آه نهیدی شما دو ساعت هی داری نمیبازیم؟ اگه خودم تنهایی بودم یه دستی ده دست برده بودم تو. خیلی خب باشه حامد دادش رو بگه ببین، تو هم برات بد نیست همینجور بگه ببین دایی بودو هر کی بره یعنی کم برده بازم دستم. خب چرا اینات میفرسی بابا نسیم؟ بابا اره ریزون بازی هستیم، واسه چی میخوای وقفه اندازی؟ گل بازیمونه، پیشه بگیریم لولن لولن. بازیشون همه این بازید شما هر چقدر قدر باشیم من خودم یه تنه همه تون حریفم. تیم بدمن بازنده به جا باشه قبوله؟ لیگه بابا جون لیگه نمیشه لیگه نمیشه متوجه نیست تو؟ دایی جان تا بابا نصیر اون صد دستی که به ما باخته رو جبران نکنه کنار نمیره. یا اصلا میخواین این روز به بیاد جای من برم سراغ این دل و جگرها؟ محسن جگر اصلی ها؟ شما اصلا میدونی من واسه چی با شما تیم شدم؟ به چی؟ واسه که چشم رود باشه نری جگر ما در ری ندی که نه اینا همه شهر بیا بازی کنی این بازی کنی یه داره بیا 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 بایی نکش پیرنه خانه شده بیا بیا ببین چه چیز جالبی درست کردن نگاه کن جالبی چیش جالبه؟ دایی نمیبینی؟ یه چوب گفه دوتا چنگانه نگه داشته نمیفتن برای چی باید بیفتن؟ خب به خاطر اینکه آویزونه دیگه دایی نمیبینی؟ خب من اگر بخواه آویزون میشم هیچ وقت نمیفتن خب خب برو برو اینجا تو گونه است. آخه حامد چیه؟ مزاحم که نشدم. نه خب چرسی. نه تا اومدم حرفتون چیز شد؟ چیزی نشد. حرفم تموم شد. نبخور. اگه مزاحم برم ها. نه خب چه حرفی؟ بفهمم شیرینی میوه. دایی نمیری فوتبال دستی بازی کنی؟ بعد چیه دارم میدارم میچرخم بعد حالا تو پریوز عاشق فوتبال دستی برم روز به من خودم دهنه این حریف همه شده یکم حرفای سری میری رد و بدل کنیم صفا داره همه فرصتی مامانه الهامی کچه در داری پری زری نمی گل پری من چایی بیارم آچه خیلی میرسم مرسی مهری استکاسفی دست گرداد کجاست اون کابینت بالایه؟ نه 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 صبر کن خودم باید پیدا کنم کار تو نیست مامان اون چیزه که گفتی باید چیز کنم و بده که یه وقت چیز نشه راست میگه بیا بیاینه بده یه رو اینه ما توش کنم روز به داد نزم مگه سر خوردی؟ نمیبینی داره میخوابه؟
قربان دخترم دیگه میخوام ماچش کنم قربان بفرما چشاش فاش شد سه ساعت علافشم آخر با این ندونم کاری بد خوابش کرد حالا مگه این خوابش میبره چه مگه قربونه روز که من دوست نکنم ببین ما سرسده اینا این نمیتونه اینجا بخوابه بدش من ببرم تو اتاق خودم بخوابونمش با این دادی که تو سرش زدی این دیگه خواب برو نیست بس هم با چوبو بریدم خونش نریخته رو فرش مردم برو بشورش چش چیه برو بشورش بابا چیزی نشده بیا برو دستم خونی شده میترسم فرش مردم کثیف کنم بیا برو دستشوی کجا میگی؟ دست مکنی نشده خب دارم میگم بشونم خب بیا برو محسن اصلا من میرم اینجا جوی آقا جوی بزاری کن نیم بیا شوخی کنم نمیخوام بلا بیا رو بیا آخ بیوار کی؟ زخمه بسیم بازی علکیه بابا این موقعی که تو مشقات یادت میره گریه علکی میکنی یه منجوریه از اول شب بچگیش از خداییه این دستش بردیم این اونجانس خبر کن دهت دهت دارم نمیرم اونجانس حامد هم یه وقتی از این کارا میکنه حامد ببین حامد 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 رگ برگ شو دارم میمیرم دارم از دست میمیرم رگ برگ علکی من خودم درست بار نازش کنم دایی نکن 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 دایی سنگم کوچیک نیست که راحت دفع بشه فعلا با یه مورفین آرومشون کردیم ولی دکتر گفتن قطعا باید سنگو بشکنیم الان وقت ملاقات نیست فقط یکیتون میتونه بره اونم درجه یک درجه یک شو منم پدرشم ببخشید بابا نازی الان من درجه یک ترم من همسرش الهام جون من عذر میخوام الان همه ما هم درجه ایم آخه من به نوعی مادرشم من به نوعی برادرشم من خواهرشم اصلا درجه دو بین ما نیست غیر از این آقا که درجه سه محسوب میشه نه دیگه بابا نازی من هم فوقش درجه دو هم دیگه ببخشید خانم دوماد خانواده درجه چنده؟ برشته این مرگ جلو چشم خدا نکنه روز به این چه حرفیه میزنی خیلی دلم میخواست یک کسی بشم ولی نتونستم
تو همه چیز مایی. نه من هیچی نیستم، برای هیچ کسی هیچ ارزشی ندارم الهام. بس دیگه، تو رو خود از این حرفا نزن الهام. ماهور وقتی بازار شد دلم نمیخواد بدونه که باباش به درد نخور بودا. یه قصه چیزی سرهم کن که بعدم بهم افتخار کنه. باشه حرفتو جدی نمیگیرم، اینو مال مورفینه. حالا اینا رو به من میگه اب نداره، اینا رو به بابات نگی دق میکنه قصه. من برای بابا نصیرم، پسر خوبی نبود. اگه پسر خوبی نبوده که اینجور پشت در صف نمیکشیدن. بگو برند، بگو همه شون تو هم با... هم برو برو کجا برو تو همه کسی برو برو بگو بیا یه مورفین بزنن این سنگ حرکت نمی کنه. اصلا شو میکنم تکون میکنم ای وای مردم. برو بگو بیا یه مورفین بزنن. روز بگلی، از تو هزار نفر زنگ زدن حالتو پرسیدن، خدایش انقدر بهت حسودیم شو. کلک خان چیکار میکنی؟ قمه دوستت دارن، همسایه ها، فامیل، دوستا، همکارای سابقه، همه نگرانتن. اصلا یه وضعی روز به کدوم همه؟ یه آدم تهدید شده برای همکارش چه اهمیتی داره؟ محسن شکفته که هزار سال منو دور زده، رفته با موسه بدی دریخته رو هم. جوادم که من زنگ نزنم اصلا بهم زنگ نمیزنه. در همسایه هم خیال میکنم من از این آدم علافایی همیشه تو خونم، اصلا حسابم نمیکنن. من تو اولویت هیچکی نیستم. هیچکی؟ هیچکی. تو همه کس من نیستی؟ تو اولویت اول من نیستی؟ بودم تو قبل از ماهور. من این بچه رو میخوام یه ماچش بکنم سرم داد میزن. از سر مورفینه از بین بره، افکارت راست و ریست میشه. بیا مایعات بخور. کدومشو بهت بدم؟ این خوبه؟ مایعات نخورین سنگایی که شکوندن قل 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 میرن تو حالبت گیر میکنن. اگه سنگ از کلیه در بیاد بره تو حالت، میدونی یعنی چی؟ یعنی بدبختی. روزبه نه چه غیر نباش، بخور دیگه. کاغذ و قلم رو بده به من. چشم آقا روزبه، کاغذ قلم اینجا گذاشتش. بفرمایید. چی میخوای بنویسی حالا؟ دارم یه تونل میبینم، یه تونل تنگ و تاریک که انتهاش فرشته مرگ منتظرم. میخوام قبل از اینکه وارد این تونل بشم همه حرفامو بنویسم. روزو مسخره بازی در نیار، کی هستن که کلیه مرده آخه؟ نمیدونم، ولی حس میکنم کم کم دارم وارد تونل میشم. ای بابا به نام خدا. الو سلام علیکم آقای محسن شگفت، حالتون خوبه؟ من الهام خانومم، همسر آقای روزبه. روز به زمیلانی دیگه، رفیق مهد کودک تو. نه خیلی دعوامو نشده که گریه میکنم، دستم اگه دعوامو بشه زنی میذارم مامان الهام در کسه دیگه. یه کاری با اتون داشتم که خیلی واجب تره. بله مزاحم که نیستم. بابا نصیر ببخش مرا که نشدم آنچه تو میخواست. و سلام روز به سبیل. روز به اگه گفتی کیانه رو میره نیادته محسن شگفت آقا جواد اینقدر اصرار کردن که از رو رفتم. آخر سر گفتم الان حال نداری اصری مزاحم بشن. روز به روز به Thank you.
شبیه وصیت نامه میمونه نه؟ فقط به جای لیست ارث و میراث توش درد دل کرده، بمیرم براش. دارم دیوونه میشم لیلی، تو رو خدا بگو من چی کار کنم؟ توش پر اسم آدمایی که درکش نکردن، بمیرم برات داداش. خدا رو شکر که اسم من بینش نیست. ایوا خاک بر سرم، اسم من چرا هست؟ نوشته دیگه، وقتی بچه بودین زدی قایقش رو سوراخ کردی. حلقش کردم با همین دستام، بشکنه دستم. یه بار که بچه رو هم دعوا کرده بودیم، محض آشتی کنون قایق رو کاغذ خطدار کشید از زیر در داد تو. من کفری بودم، قایق رو سوراخ کردم انداختم تو تشت عموم، خرق شد. خیلی خوب دیگه، خودتو ناراحت نکن. حالا قایقه رو ممکنه یه روز یادش بره. شهرزاد و محاله. شهرزاد؟ این یه زن دیگه کی گرفت؟ اینا رو کجا نوشته؟ استاد شهرزاد. خب بدتر مرده. ببین گو و لیلا که وقتی بچه بودیم قایقم رو سوراخ کرد و استاد مظفر شهرزاد که در دانشکده خود و رویاهایم رو نادیده گرفت. چرا استاد باید داداش من و رویاهایش رو نادیده بگیره؟ مگه طرف مثلی خیلی نقاش معروفی بوده، روزبه از طرفداراش بوده، ولی اون اصلا روزبه رو جدی نمیگرفته. حالا روزبه کاراش اصلا نشون استاد داده؟ چه میدونم، حتما نشونش داده، اونم نابودش کرده دیگه. بمیرم براش. منم همینطور. پاشو بریم سراغش. سراغ کی؟ همین استاد دانشجو زایه کن دیگه. که چی بشه؟ که تلافی نادیده گرفتنشو سرش در بیاریم. الو مهره جان، سلام، چطوری؟ خوبی؟ کجایی؟ ببین یه داستان خاصی پیش اومده، کار واجب دارم باهات. مهره چرا؟ بچه کوچه درد داره، به کمکش احتیاج داریم. ببین، آب دستته به زمین، ماشین بابا نصیر ورد و بیا اینجا. آره. حالا برات توضیح میدم. آره قربونت، خدافظ. بپوشم بریم. ایوا. لیلا، لیلا. زبیلاری ورودی سال 76 بوده. هم که قدش بلنده، هیکلش ماشاءالله ورزشکاری. مو این فلفلی پرپشتی داره و چشاش درشت، اونقدر درشت که قد چشاش اینقدر. آدرس میدی باید فنی باشه وگرنه چیز میشه، یعنی تو ذهن استاد تهنشین نمیشه. اسمش خیلی برام آشنا. همین اسمش براتون آشنا؟ وقتی اونقدر جوون مردم میذارین تو منگله، میکردیم عکسشو به یکی کاغذ میآوردیم براتون کاش. خانمای محترم، خواهش میکنم از من نرنجید. من 30 ساله، سالی 50-60 دانشجو دارم و این حق به من بدین که ایشونو به یاد نیارم، ولی با همه این حال در خدمت شما امرتون رو بفرمایید. والا اون طفلگی کلی راجع به شما حرف زده بود تو وصیت نامه اش، بعد ما فکر کردیم بیایم پیش. وصیت نامه؟ من خیلی شرمندم، چرا زودتر به من نگفتین؟ من نمیدونم چرا آدمای مستعد اینقدر زود از بین میرن. پس خودتونم قبول دارین که مستعد بوده بیچاره؟ آخه شاگردای من سری تو سرا در آوردن، چطوری فوت شد؟ مراسمش که یه نه چیزه استاد. نه 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 استاد، چیزه، مراسم تمام شده. تفلک چند سال پیش کلیش اونقدر سنگ آورد کارش یه سره کرد. نه مری جان، استاد دارم فکر میکنن که روزبه جان، استاد دارم فکر میکنن روزبه جان به جان آفرین تسلیم نکرده بود، اونقدر استعداد داشت که پیشرفت کنه. ها ببخشید، آیا خوب آدم همسر بقیه رو به همین راحتی؟ البته الهام خانم، اگه یکم تو قضیه دقت کنیم متوجه میشیم که با ترفند مهری خانم ممکنه قایقی رو که در حال غرق شدنه بشه نجاتش داد. ممکنه قایق رو همون بچه که تو که غرق کردی باید به واقع بهش فکر میکردی لیلا خانم. الهام جون حواستو جمع کن، ببین الان اصلا قایق مهم نیست، مهم اینه که جناب استاد توی قایق ما پارو بزنن. خودت بیا. بله قیافش نوک زبونمه، داره یادم میاد. ببینم صورتش یه حالت خاصی داشت. بله دیدی، من مطمئن بودم شما هر کسی رو به خاطر نیارین امکان نداره روز به یادتون نیاد. اصلا ما به
همین دلیل خدمتتون رسیدیم. راست شو بخواین چیز ما این آثار این تفلک رو همین تازگی ها پیدا کردیم. از اونجایی که میدونستیم به شما ارادت بسیار خاصی داره آوردیم به شما نشون بدیم، خدمتتون بذاریم این رو ببینین، نظرتون رو راجبش توی چند جمله بنویسین با امضای خودتون ببریم به چیز نشون بدیم، واسه یه تسکین ببریم. بگیریم ببریم بگیریم. ببینین من دانشجوهامو با آثارشون تو ذهنم نقش میکنن. الان همه چیز عین روز برام روشن شد. اون چشای درشت و هوشمند، اون قد کشیده که وقتی پشت بوم وای میساد قوز میکرد، آثارش همه شاعرانه است. حیف و صد حیف. میشه خواهش کنم این چیزایی رو که گفتین الان بنویسین ما ببریم نشونش بدیم از افسردگیش که همشه خودش که فوت شده روحش؟ حرفاتون مکتوب که باشه مسکنه برای این دل دردمند ما، بنویسین براش؟ معلومه متأثر از سبک من بوده، البته کارش اصلا تقلید نیست. میتونم رقص قلم موش رو روی بوم مجزم بکنم. حیف جوونیش. زویلاری میتونست نامبروان این هنر باشه. طریق آمد. طریق. بله. واقعا هر چیز عجیبیه. بله عجیب. پس همین چیزایی رو که گفتین راجع به کارش می نویسین؟ چرا که نه؟ این کوچکترین کاریه که من میتونم بکنم. فقط میخواستم خواهش کنم اگه ممکنه آثار مرحوم برای مدتی پیش من بمونه که بلکه بیشتر بفهممشون. اونقدر پیشتون بمونه که خوب بفهمینشون. کجا برمیگردی؟ چه استاد؟ که بهش بگی فوت روزه دروغ دبنگ بوده؟ آره من کلن با کلک شما مخالفم. عمرن بذاریم بریم بابا برو حرف هم زشته الهام خجالت از دست مامی. ببین الهام خانم، ما رو میخواستیم این داستان رو سر هم بندی کنیم، استاد خود ازت تو سوء تفاهم انداختمون تو گود. بعد از فکر کن اگه میگفتیم زنده است میکنی اینقدر بحبه و چپچه کاره روزبه رو میکرد؟ چرا نمیکرد؟ ای وای، اگه میخواست این کار رو بکنه اون وقتی که شاگرد و استاد بودن این کار رو انجام میداد، حالا که دیگه شاگردش نیست شده رقیبش. آدم دیوونه از واسه رقیبش گل بفرسته؟ والا ولی آدم مرد رقیب محسوب نمیشه. گرفتی یا باز بگم؟ هر جا پیادم کنین برگشتم راستشو با استاد گفتم. بچه نشو الهام. الهام گلی یه دقیقه گوش کن، ببین این تک و تعریفشو که از روز به نوش میبریم نشونه این پسر میدیم، از افسردگی در میاد، حالش خوب میشه دیگه. او ما کجا و استاد کجا؟ حالا فوقش تهش راستشو بهش میگی من تهش گفته باشه. الهام گلی فکر کردی واسه من راحت دستی داداش جوونم مرحوم کنم؟ دروغ مصلحتیه دیگه. به روز بفکر کن، به اینکه وقتی حرفای استاد محبوبش راجع به خودش رو بخونه چقدر جون میگیره. اونقدر جون میگیره. بچه‌ها میگه اصلا راه دیگه ای نداریم. داریم. هماهنگ کردم یارای خودش امروز میام پیشش، اونا رو ببینه حالش بهتر میشه. بعد ما به جای این دبنگ سازی بعد یه مدت دورش رو شلوغ کنیم. تلفن تو جواب بده. این صدا خیلی تازه که کلکل میکنی. اصلا میخواد به روح من مادر شوهر بس. الو روزبه جان سلام. چی شده؟ الهام چی شده؟ نمیدونم از تصادف میکنم. بگو چی شده؟ اگه تو الهام چی شده؟ محسن شگفت آقا جواد رفتن پیشش تا تونستن دستش انداختن. ای بابا بهش گفتن خیلی لوسی که واسه چهار تا شنریز همه از کار زندگی انداختی. بهش گفتن سنگساز مورفین. آها بفرما اینم یارای قارش. عیب نداره عزیزم، تو کاری که فکر میکردی براش بهتره انجام دادی. عین ما فقط فرق
حقت با ما اینه که مال جواب نداد ولی مال تو میده. اینقدر خودت ننداز رو من این دنده جا نمیره ای بابا. رو من میفتی که جام وسطمون دیگه. اینقدر بچه دیگه. فقط قوری میزنه. بول نخور اینقدر. خوشت میاد روزبه جان؟ خوبه؟ معلومه که خوشش میاد. دستون در نکنه با من هستی. روزبه گلی، مگه خودت همیشه آرزو نشته شرکت خودتو داشته باشی؟ بفرمایی نم شرکت خودت بخور. من اگه میخواستم با پول بابا نصیر شرکت بذارم تا حالا صد بار این کارو کرده بودم. بله داداش روزبه، شما همیشه رو پای خودت هم بودی، از هیچ کس هم کمک نگرفتی، ولی بابا نصیر خودش خواسته این کارو واسه انجام بده. تا آخر ما شعبه دوم قنادیو تخلیه میکنم. تا موقع دست با تو جمع کن، برو بشین تو شرکت را بنداز، هر کاری عشقته بکن. نمیخوام دست و پامو جمع کنم، شرکت نمیخوام آقا جون. مشکل چیه روز بجا؟ یادتونه بچه بودم بهم میگفتین پسر بزرگی ها چمید و پسران قنداد خیلی ماهری میشه چون انگیزه داره. تو این شرکت را بنداز، انشالله تو هم کارو بارت میگیره. بذارم مشکل اینجاست که من نمیخوام کارو بارم بگیره. آدم بی انگیزه نمیتونه جلو بره، فقط عقب میره آقا جون. به خاطر یه سنگریزه علکی؟ اون سنگریزه که بهونه است. من خیلی وقت به این چیزا دارم فکر میکنم. داداش بخور برای کلیه خوبه. بیا خوب خودم بخور. نمیخورم. منو بوس کن مامو جان. منو بوس کن آقا جان. بابات منو تحویل نمیگیره. سلام استاد چرزا. ممنونم. امری داشتی؟ عکس روزبه رو میخواین چیکار؟ چرا نپرسم میخواین چیکار؟ چرا بعدم میگین میخواین چیکار؟ نه قصد سینجی نداشتی. بله عکس مرحوم رو براتون ایمیل میکنم. بله ممنونم. خدا حافظ. خدا حافظ. سلام برسی. سلام دختره. سلام داداش بایتون. سلام کجا تشریف میبرینی؟ بازه عاشقانه های یک نقاش شاعر. خب خوبه دیگه، چشه مگه؟ قرار بود کار به روزنامه ها بکشه خانم مشکل باشا. نه به قول مامان الهام، خب ما شکر میخواستیم افتادیم تو عسل، رفتیم خدمت استاد گفتیم یه دست خط بده ببریم واسه مریض. خب حالا دلش خواسته زادتش تو روزنامه، چه بهتره ما ببر نشین شعر گلیت بده این کفو قاطی کنه حالش خوب شه. اشتهاش بره. هنوز ندیده. هرگز هم نمیذارم ببینه. الهام چیزی چرا اینقدر نامیزونی؟ بفرمایید. مرحوم زبیلاری استاد نقاشی پست مدرن. خب استاد نقاشی پست مدرن خیلی خوبه که چته تو ببر نشون بده صفا کنه. روز به همین جوریشم داوطلبانه درست کشته رو به قبله. الان فقط 4 تا مرحوم شادروان کم داشت که فرد و فرد توی یه دیگه یادداشت هست. صاحب کن ببینم. بفرمایید مطالعه بفرمایید. راست میگی یا شاگرد خوبم مرحوم زبیلاری. بله دانشجوی جاودان اثر بنده مرحوم مرحوم شادروان. من عجب آدمی ها، یه خط در میون همارم نوشته جان انداخته. بفرمایینم از راهل جنابالی. حالا چی کار کنیم؟ گفتم یه پاراگراف راجع به روزبه بیچاره نوشته، 10 پاراگراف راجع به خودش. حالا گرفتی چرا دوست دارن شادروان رو ببرن؟ راجع به تلفن نه، راجع به آدم هایی هم تلفنه. این آدم عجب آدم یعنی کن. بله چه اکسی هم از این تفلکی بگو کن. آه خودشه. کی؟ بله کی؟ سلام استاد. ای بهش بگو بله باقا. الان داشتیم با مادر روزبه میخوندی. گفتم بهش بگو که خیلی بله کشت قشنگیه. چی فرمودی؟ گالری؟ نه خیر امکانش نیست. الان سلام استاد. بله حالا شما چطوره؟ من چیزم من یه جورایی مامانش هستم. بله بله میخوای گالری کنی؟
با اونقدر تابلو داره ما میگردیم بل میگردیم براش پیدا میکنیم براتون میاریم. چشم 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 خدافظ. ای وای دست کارای تو ای هی دست پا میذاری بابا جان. خب میخواستم یه مطلب تو روزنامه نشون بدیم نشد قراری کنیم شاید بشه. بگیر نقل بخور به جای هرس میرم چای بیارم. خدا راست ببینم فقط همین هاست دیگه الهام. چند تا دیگه هم هست ولی یه چیزایی که من نفهمیدم به نظرم به درده میخور. بیا بریم تو برنگشت. واسه ببینم گفتی نفهمیدشون. من فردارم نگه. خب همونا مهمه دیگه. همونایی که ما نمیفهمیم اونا اصلی کاری هن. اونا هنری هن. برو بیارشون. برو دیگه اینقدر مهری مهری نکن. چته برو بیار دیگه دیره دیگه. دیگه دیر. ما زده یه بچه مصفت رو در نگیرا. وگر این کار دست جفتمو میدم. بودو ببینم. چه خبر اینجا؟ سلام. پرسیدم اینجا چه خبره؟ حرف میزنید یه کاری دست هر ستامون بدم. روزبه من فهند الهام نسخ بزنی من میدونم تو. ببخشید آقا روزبه. آقا روزبه میری کنار یا زنگ بزنه بابا نصیر اون وقت میاد یه کاری دست چارتاییمو میده ها. تا نگید اینجا چه خبره نه شما جایی میری نه این تابلو. روز به ما میخواستیم برات گالری بزنی. گالری؟ بله. یعنی الان خیلی خیرین دیگه نه؟ خیلی قهرمانی دیگه. با ترحم و گالری و شرکت طراحی میخواید نجاتم بدی. شما اصلا میدونید یأس فلسفی یعنی چی؟ شما میدونید کسی که سر تونل وایستاده داره ته تونل رو میبینه چه حالی پیدا میکنه؟ نه خیلی نمیدونیم نمیخواییم من بدونیم. ایتونه 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 لبا بده دیگه آقا روزبه. الان هم برو تو تخت دگی بخواب ما یه عالمه کار داریم که باید انجام بدیم. بریم بریم. نه ترحومتون رو میخوام نه گالریتون رو. شما هم لطف کنید وانت بابا نصیر رو بهت پس بدید مام مهری. این حرف آخرته؟ این حرف آخرمه. به قول مامان الهام واسه یه کسی بسوز که برات بسازه. بریم الهام. مهری شوهرم برسم. هوش چی میخوایی بیم بشین این دوتایی با هم فستاله کنیم؟ اگه میخوایی حال و روز شوهرت برگرده سر خط باید براش گالری کنیم. وقتی ببینه ملت براش ارزش قائلن میشه همونی که بود. بودو ببینم بودو بودو پویایی و بالندگی موج میزنه تو تابلوهاش. رنگ رنگ بیداد کرده. تلفیق رنگ، هماهنگی، هارمونی. نگاه کن. ببخشید استاد. جانم. شما میدونید داستان این تابلو چیه؟ این تابلو ایشون همسر آقای زبیلاری هستن. ازشون بپرسیم. تابلوها فوران خلاقیتن. خیلی وقت بود که همچین کارهای نابی ندیده بودم. کاش که زودتر اینا رو ارائه میدادین. اگه راز این تابلو زخمی رو بگین لطفتون رو کامل کردین. بگو دیگه. والا کلن روزبه آدم شنگولی بود. اصلا اهل زخمی کردن اینا نبود. ولی خب این اواخر خیلی دیگه داغون شد. ولی تفلکی حق داشت. درد میکشید. فقط با مورفین و مسکن و اینا رو پا. نمیدونم چرا هنر و مخدر رابطه تنگ و تنگی دارن. نه خیر مرحوم اصلا مصرف کننده نبودن. سنگ کلیه داشتن. مهری خانم شما که به نوعی مادرشینیم بفرمایید توضیح بدین. مؤلف
این اواخر دچار افسردگی شده بود، یعنی یه جورایی ارتباطش با آثارش قطع بود کامل. وقتی دچار این حالت میشد اون وقت دخل همه کاراشو می آورد. اینایی هم که میبینین سالم موندن همسر نجاتشون داده. تو کارای زبیلاری مرز جنون و نبوغ مشخص نیست، به همین دلیلی که کاراش حالت شاعرانه پیدا کرده. البته مرحوم پیرو آثار بنده سبک و سیاقش رو خودش انتخاب کرده بود و من یادم میاد که گاهن بعد از کلاس راجع به این موضوع خیلی گپ میزدی. من اینو میخوام شعر ساخت. محشره اعدام اثر توسط مؤلف گاهی آدم رو یاد مرحوم ونگوگ میندازه. چه تعبیر زیبایی کردی بانو. حسابدارم میفرستم، چکشو براتون بنویسم. تبریک میگم، اما اجازه بدین طبق عرف نمایشگاه بفرستین در خونتون. عجب واژه برازنده‌ای راست بود. ادامه اثر ونگ چی؟ ونگوگ چیه؟ گوش نداره. موزه بفرمی، یه همچین نمایشگاه اینجا براش گذاشته، اونقدر خوشحال میشه، اونقدر خوشحال. این چک قیمت هست. چک؟ بله. 7 میلیون؟ البته 30% بابت هزینه هایی که تغییر کرده ازش کسر کرد. یعنی اصلش 10 میلیون بوده؟ بله. البته تو این بازار راکد فرهنگ و هنر به نظر من عالیه. اگه از قیمتش ناراضی هستیم میتونیم فسخش کنیم و با قیمت بهتری آبش کنیم. البته من فکر میکنم که نبود. چه کاریه؟ دستتون درد نکن. از بخت خوبتون و از اونجایی که مردم به من محبت دارن اومدن و با آثار مرحوم آشنا شدن. بله. حالا با قیمت 30-70 آثار بعدی مشکلی نداری؟ من فکر میکنم اگه اجازه بدیم ما بریم. چیز خونه تنهاست ماهور. خوب شد گفتین خونه. خوب شد یادم آوردین. فردا از حتما خونه باشه. خونه؟ بله. چرا؟ برای اینکه فردا از رئیس روابط عمومی با یه عده از مسئولین قراره که بیان منزلتون برای برگزاری نکوداشت. در ضمن هزینه پذیرایی و ایناش هم دانشگاه متقبل شد و یک هدیه نقدی هم برای جناب عالی و بنده هم در نظر گرفتن. فقط لطف کنید آدرس و تلفن منزل رو به من بدید. حتما دستتون درد نکنه. آدرس بستگی داره از کجا میای شما. من از همینجا حرکت از همینجا. بسیار خوب. شما وقتی من سوار ماشین میشین میافتین توی بولوار. بله. بولوار مستقیم که تشریف بیاری میرسین به میدون. میدونه که میرسی رد میکنی سمت راستتون چهارراهه. چهارراهو میایین بعد میرین سمت بزرگراه. یه ساعت تا رسیدن مهمونا وقت داریم. بودو میدونی معنی نسی تو لغت نما چیه؟ چیه؟ بسیار یاری کننده. اینه بچه شدی؟ نه بایی من مردم بچم تو خط خود شرکت کنه. دور از جونت. ترافیک نباشه نیم ساعت دیگه شوهر لواسون وسط ویلای سعید گرفته. دست درد نکن. گفتم نه دیگه آقا جون. من باباتم میگم آره، تو هم باید بگی آره. من دوست ندارم بیام ویلای بابای محسن شگفتینا. خوش داری بشینی تو اتاقت واسه خود مرثیه بخونی؟ بله. بی خود هر وقت من مردم بیا سر قبرم بشین مرثیه بخون. دور از جون. آقا جون اینطوری نگی، من دلم میگیره. چطور وقتی حرف مرگ و میره تو میزنی حساب دل ما رو نمی کنی؟ دیگه حرفشو نمیزنم، ولی لواسون بیام نیستم آقا جون. مرگ یه پا داره دیاره دیگه. حالا دیزی خورش بیان جلو جانمونن. دیزی لواسون یک، دیزی لواسون دو، دیزی لواسون سه. کی تو رو خبر کرد؟ خبرها میرسه دیگه. هستی با نصیر؟ یا اینکه وقتمون تلف شه زایشی بره پیکارش؟ داری اضافه کاری میکنه، ادامه نده. هستم آقا جون. هستی؟ چراغ اول روشن شد. شما چی؟ استاد؟ شما هم هستی؟ من اشتها ندارم.
محسن جیگر اصلی میخواد قبل از دیزی یه جیگر آبدار بده دستت بزنی به کلیهات حال بیاد. جون داداش اگه بخوای نبیاری مگسه میشم. لواسون چه خبره؟ تا یه ریگی تو کفشت هست محسن. ببین این من اونم کفشم دمه در، هیچ ریگی هم توش نیست. چه ریگی؟ اصلا لواسونو ولش کن، رو پشتبونشون یه اجاق زغالی هست، من میرم هر کی نیاد تا آخر عمرم ازش دلخور میمونم. خدافظ. بریم. برفتی با بابا نسی. برفتی. خدافظ. مکن کاری که بر پا و سنگ تا بود، جهان با این فراخی تنگ تا بود. چو فردا نام خانان نام خانند، تو را با نام خواندن ننگ تا بود. رهوه آبدارچیاش بیان جلو، جزغال خوراش نوبت بعدی آبدار نبود؟ برو آبدارچی، برو برو. روزبکو محسن، نام روزبک در رفت، بگیرش. گرفتمت. بیا بگیر، بیا را سور میخواه، اینه ماهی سور میخواه. نکن محسن، چرا هوا رو میکشی؟ بچه شون ده تا آبدار سفارش میدی بعد میذاری در میری؟ آقا شون من کجا ده تا سفارش شدم؟ یه دونه خوردم سیر شدم، دارم میرم دیگه. حالا ما با این ده تا آبدار چیکار کنیم؟ خب بذارونشون منقل برشش میل کنید. نکن محسن، بلکن. راست میگه محسن، بذاری سور. چی رو راست میگه؟ سیخ که به سفارش تو رفت رو منقل، بخوری دواست نخوری دعواست. کی میخوای رسم منقل یاد بگیری بچه؟ چی داری میگی؟ منقل که رسم نداره. بکن بکن محسن. دریا دریا نمیرم نمیرم. نمیره برش کن. شما یه طوری شدین ها. ما هیچ داره نیست. نه یه طوری عجیب و قد. خیلی خوب، دست برده دست برده. دریا نمیرم نمیرم. بلم کنم، حوصله ندارم. حوصله نداره؟ داره میره کنار پشتیبون. کنار پشتمونش هست. فکر کنم بخواد از اون بالا خودشو بندازه پایین بمیره. بندازه پایین؟ آه. بچه شدی؟ من بچه هم اینجوری تربیت نمی کنم. این همه ماشین تو این کوچه همون پارکه، چه خبره؟ بابا بیا برو ده تا سیخ بعدی تو بخور، مگه تو پارکبانی؟ نه آخه اینا همشون دارن پیاده میشن، ماشینا میان تو ساختمون، کت شلوار و گل و... آقا ببخشید، تو ساختمون ما خبر یه کسی مرده. اینا هنرمندای خط میشن، اینو این بالا ببینن همشون سنگکوب میکنن میرن به کاره. آره یه کاری بکن دیگه. چه کاری من چه کاری بده؟ آ سنگکوب چی؟ آی 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 کنارم بیا. آی کنارش کنارم گیر بیا خلاص کن. آی آی شد و حالا مشا کم چی شد یهو؟ بیا بالا شو بابا ببرن چی بارسا سنگ دیگه، ارسیه دیگه. ارسیه هم باشه دایی دست بود نبره پایین، حالا خوب میشه. آقا تو بعد ببرمش بیمارستان، اصلا ایشون سنش ایجاب میکنه که ببرن. بریم خدا جون بیا جون. ولکرد ولکرد. چه یهویی؟ یهویی ولکرد. خدا رو شکر اگه دوباره گرفت خبرم کن. کجا میری؟ اگه به رسم منقلتون بر نمیخوری دارم میرم گلا برسون دست به آب. حالا نمیشه دست به آب ناری بمونی؟ کلیان داره میتره که محسن. داره میتره که کلیاش. برم بره رم. اوویلا بچه هم رفت مراسم ختم خودشو ببینه، حالا دیگه هیچی ازش نمیمونه. هر چی رشته بودیم پنبه شد رفت به کار. چی کار کنیم؟ هیچی بریم تهم کنیم بریم پایین. ای بابا چی شده؟ چی دیدی که دوباره برگشت سر وقتمون؟ مگه ما نقشه کشیدی؟ چی دیدم؟ ها؟ مهری خانم میگه آب قطعه. قطعه خدا مهری خانم عثمان نگهت. آره خدا نگهش داره. میگم بدم نشده آب قطعه. بچه که بودم آب که قطع میشد خیلی خوشحال میشدم، نه اینکه کسی نمیتونست بره حموم و دستشویی. اینا دور هم جمع میشدیم به گوب و خند و اینا. عالیه. بفرمایید آقا روز به چای تازه دم آوردم. بفرمایید من چای نخورم بهتره. کلیت تو خوبه. بفرمایید. نمیتونم بگم، نمیتونم بخورم. یعنی چای میخوریم میخورم بذاری من جمع و جور کنم. این با شش تا سیخ کجا رفت؟ باغنی گفتم آب قطع شده. باغنی گفت؟ آره میدونم. نه من اینا رو دارم میبرم واسه الهام دستنا سو. بره واسه الهام میبره دستنا. خب باش. نرو. نه نرو. بمون. برگرد. برگرد.
یعنی منظورم اینه که این استکانه شایعه ببر برش ببر یعنی خالی نشده میشه حالا کوتاه بشه ببین روزبه جان آب قطعه این چایی اصلا خوردن خوردن نداره بیا نه رو اصلا بمون من برم بهتره کجا میگم نه 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 همه چی بیهوده است بوچه همه چی یعنی چی یعنی بیهوده است دیگه یعنی که راشه بخوای من همینجا علکی اومدم بالا یعنی من این چایی رو بهونه کردم اومدم بالا من اومدم چیز کنم من میخوام حرف بزنم میخواد حرف بزنه بمون راجبه راجبه تونل تونل فرشته مرگ اون روز که شما راجبش صحبت کردید من از اون روز اصلا ذهنم اصلا درگیر اصلا دست و دلم به کار نمیره ببین روز بجان این مری خانم مدتی فکرش مشغوله بله. اصلا نه حوصله من داره نه حوصله حامده داره حامده نداره میگم که شما برین اونجا بشین آره. حرف بزنی یه نیم ساعتی آره اونجا اونجا نیم ساعت حرف بزنید حال قضیه کنده بشه بشه بره پی کارش تمام آره. بشه آره بریم اونجا دیگه اونجا بریم خیلی ممنون آقا روز به واقعیتش اینه که من از اون روز همش احساس میکنم منم خیلی این تونل رو میبینم یعنی یه تونلیه که تقریبا 7-8 کیلومتر بعد از همش سیاهه خیلی ممنون خدمت کردیم شما هم آخر روی میشید بایده الو مهری ببین مجلس تموم شد یه چیزایی هم جمع جور کردم میخوایم گاهی پایین گرم سلام سلام این یارو خونه ما داشت میاد آره نه به چیز لوله کش یعنی که آب قطع بود آها لوله کش آره خود خودش بود آب داریم الان آب آره دیگه داریم دیگه خیلی خوب این نمیگه من مردم نگیم بابا چیکار کنم این بهونه آوردیم که وایس اونجا آخر لحظه یه کم آورد گفت باید بره دستشویی ببینم همه چی با آبرو برگزار شد جای شما خالی کسی با مرحوم کار نداشت هر کی از خودش دم میزد حالا خدا رو شکر که به خیر گذشت کجا به خیر گذشت استاد که دستوردار نیست تا جا داره میخواد خودی نشون بده پس فردا مصاحبه مطبوعاتیه وای نگو الها بله این اونیه که خود شما گذاشته تو سفره من بابا من نیتم خیر بود نبود چه فایده مراسم و مقاله و گالری وقتی به دردمون میخورد که یه پای قضیه روزبه باشه نه اینکه حتی جرأت نکنیم یک کلمه حرف بهش بزنیم طفلکی آرزو داشت یکی بیا تابلوهاشو نگاه کنه حالا که تابلوهاشو دارن رو دست میبرن دیگه وقتش این بازی مرگ زندگی رو تمامش کنیم الهام جونم سکا الهام بابا بچه ها بیچاره شدیم بیچاره شدیم آقا محسن الهام رفت که بزنه زیر همه چی بزنه زیر چی؟ همه چی؟ میگم بابا نصیر نظر چیه که این غریبه تو دعوای خونگی نباشه ها؟ آره خب آش نخورده و دهنه شده تو چرا؟ بازم کنیم من این سیخاره بذارم که فهم بردارم بیا با ای صف کنیم نیکی ای صف کنیم نصیر صف کنیم من باز تو بیا موز آمو تو که خود چرا بایی؟ عجب آدم ای الهام جان این سبد گلا رو چیکار کردی؟ گذاشتم تو اتاق ماهو. و پیش دستی و اینا چی؟ چه پوندم تو کابینه چقدر سوال میکنی؟ ببخشید. سلام. سلام. چیه؟ تحصیل اینجا زنده بیرون نیام؟ نیم ساعت اون تویی؟ داشتم سنگریزای عزیزم رو دفن میکردم آخه خیلی درد داشت دردش پیش دردهای دیگه صفره تقریبا روزبه جان بشین میخوام با حرف بزن نه نه اصلا حوصله نداره حوصله نداره گفتم بشین خواهش میکنم خواهش میکنیم بشینیم لطفا بشین بفرمایین این چک گالریه خالی بستیم که گالری رو منتفع کردیم نکردیم هفت میلیون؟ 30% بابت هزینه های بالا دستی کسر شد تابلوها ما 7 میلیون خریدن؟ یکیشون اونی که با جفت رفتین توش
دارین شوخی میکنین یا بازم دارین ترحم میکنین؟ نه شوخی نه ترحم، اونی که خریده بود واقعا عاشقش شده بود. بله. بقیه تابلوهام چی؟ نگران نباشین، همشون تو گالری هم. یعنی ممکنه اونا رو هم بخرن؟ تو که وسط مهم نبود، چه میدونم انگیزه نداشتی و... آره دیگه، اون فرشته مرگ، تونل تاریک، یسونیا. چی میگی مهری خانم؟ من 7 میلیون پول تو دستمه. این بزرگترین دستمزد زندگیمه. باید زنگ بزنم به شهرزاد، اون مجبوره به من افتخار کنه. به بقیه اساتیدم باید زنگ بزنم، باید زنگ بزنم به همکارای سابقم، باید به محسن و جوادم. این دوتای آخر از همه شون مهمترم. بگید مامور کجاست؟ من میخوام ماچش کنم. خوابیده، تحویل بگیر مهری خانم. خیلی خوب، اصلا خودم میگم، نمیخوا توی چی بگی. آقا روز برازشو بخواین، آقای شهرزاد اینجا بود. اینجا؟ آره دیگه، اون موقع که شما بالا پشت بوم بودین اون استادتون اینجا بود. خیلی هاشون، یعنی خیلی از همکلاسه دانشگاهتون، کلی آدم مسئول غیر مسئول. این آقای بود که شما فکر کردین لوله کشه. لوله کش نبود که، این مدیر گروه دانشگاهتون بود. تفلک اومده بود اینجا چیکار؟ اومده بود به من تسلیت بگه، من که همه خیال میکنن تو 2 سال مردی. 2 سال من؟ من متوجه نمیشم، میشه یکم واضح‌تر بگین؟ آقا روز دراز شو بخواین، همش تقصیر من بود. اصلا اعلام هیچ گناهی نداره. ما میخواستیم بزرگتون کنیم، بلکه روحیتون عوض شه. اما حالا انقدر بزرگ شدین که نمیتونیم قایمتون کنیم. سلام خانم زبیلاری، اون کنفرانس مطبوعاتی که خدمتتون عرض کردم یه روز افتاد جلو. فردا ساعت 4 گالری باشید. روزنامه چی هم میان که راجع به من و زبیلاری و آثارش صحبت کنن. شما یه ساعت زودتر بیاین که حرفامونو با هم یکی کنیم. ضمناً یه مشتری خوبم واسه یه تابلوی فریاد پشت بام پیدا شده که میشه یه رقم گنده رو ازش کند. میبینم اتون، خدا حافظ. الهام جانم، این گالری کجاست؟ بگو. خیابون ولی از روبرو پارک سایی. خب خیلی ممنون از عزیزان خبرنگار و عکاس و صاحبان جراید. حالا میخوام دعوت کنم از همسر هنرمند مرحوم روزبه زبیلاری برای عرض خوش آمدگویی به شما حضار گرامی و پاسخ به سوالات احتمالی شما. خواهش میکنم بفرمایید. تشکر ببرید پشتی رو بود. چند لحظه اجازه بفرماییم؟ ممنون میشم. من سلام عرض میکنم خدمت همه حضار محترم. تعجب نکنید، من شبیش نیستم، خود خودشم، روزبه زبیلاری. خدمت رسیدم که یه قصه خیلی کوتاهی رو براتون تعریف کنم که شاید خوشتون بیاد. خیلی خوشحالم که امروز در خدمتتون هستم. مخصوص